بخش دوم فصل هجده هم. اقداماتی که دوک دو شوازل برای اصلاح با من توسط مادام دومیر پوا به عمل آورد میزان ترس و خوف او را به من نشان داد و این اظهار ضعف او بر جرأت و قوت من افزود و از آن روز دیگر لحظه آرام نگرفتم تا اینکه اصل او را که مایه فتح من بود حاصل کردم اگرچه شعر شاعر نادان و ابلهی که از طرف دشمنان من اجیر شده بود به نظم و نصر شایع کردند و می گفت که هر شب بعد از شام وقتی که لوی پانزدهم پس از خوردن و نوشیدن بسیار از حال طبیعی خارج می من حکم ازل صدر ازم را از او می ولی صبح که از خواب بیدار و از مستی هوشیار میشد، پشیمان گشته و آن دست خطی را که شب از او گرفته بودم پس می گرفت. ولی این به کلی دروغ محض و حقیقت مسئله دستخط اصل صدر ازم این است از که خود برای شما می نویسم. در شب 23 دسامبر شاه می بایست در منزل من شام صرف می کرد. موسی و دوموپو، دوک دو و پرنس دو را هم دعوت کرده بودم. گویا شاه قبل از اینکه به منزل من بیاید بتونه اینکه به خدام خود بگوید کجا میروم به منزل خانم دفین رفته و به طوری که همه تصور می کردند بعد از آن به منزل من آمده بود. بارون دوانی رئیس اداره پست با یک پاکت بزرگ از مکاتبات پستی وارد شد. نوکرهای من نیز تصور کردند که او هم از مدعوین است پس مانع نشدند. اما وقتی که او مرا تنها یافت و دید که شاه هنوز نیامده است خواست مراجعت کند. اما من خواهی نخواهی پاکت را از دست او گرفته خودش را به طور گرو نگاه داشتم تا شاه بیاید بعد از ورود شاه احترامات و تکالیف خود را به جا آورده و مراجعت کرد موسی و دوانی مرد بسیار محبوبی است خیلی عاقل و عالم است و اشعار زیبایی می سراید. و اگر در خط نوکری نیفتاده بود در میان اهل علم و ادب صاحب نامی بزرگ و شهرتی کامل میشد وقتی که او رفت به شاه گفتم نامه ها رو باز کنیم و بخوانیم زیرا موجب سرگرمی و تفریح است شاه با حالتی خشمگین گفت ببخشید خانم خودم تنها باید بخوانم اسرار دولتی را که نمیتوان به میان دست و پاریخت گفتم عجب اسراری است بیچاره های ابله اسرار خود را به امانت نزد پست می سپارن. این بگفتم و مهر از سر پاکت برگرفتم اما در همین اسنا تعدادی از نامه ها به روی فرش ریخت شاه گفت در حال حاضر بهتر از این نمیشد حالا دیگر خوب شد گفتم تغییر نفرمایید اعلی حضرت خود من تقصیری کردم و خود آن را اصلاح می کنم. و به روی زمین زانو زده مشغول جمعآوری نامه ها شدم. شاه هم از راه مرحمت به کمک من آمد و همه آنها را جمع کرد و روی میز گذاشت و با هم مشغول خواندن نامه ها شدیم. از حسن اتفاق چند نامه ای که به اعضای پارلمان های ایالات نوشته شده بود به دست من افتاد که پر بودند از دشنام های زشت و نسبت های موهش در حق این کنیز شما و ناسزاهای آبدار نسبت به شخص اعلیحضرت اما مت و توصیف بسیار از تدره آنها را با صوت بلند خواندم. شاه فرمود حقیقتا دیگر نمی‌توان تحمل کرد که این قبا سیاهان برای خاطر صدر اعظم من مرا این طور آلوده به گناه کنند و به من تهمت و افترا بزنند. همانطور که نامه ها را به هم می زدم، گفتم شهری را عیبی ندارد. هر کس صدر خود را تا این حد دوست می‌دارد، باید متحمل این ناملایمات هم بشود. در این بین رسیدیم به این عبارت که نوشته بود با وجود شایعات بسیار گمان نمی کنم از لدوکت و شوازل امکان داشته باشد زیرا وجود او برای شاه بسیار لازم و ضروری است اگر او نباشد شاه نمی تواند به تنهایی امور مملکتی را اداره کند علا حضرت ناچار است برای حفظ نظم مملکت و آسایش ملت دوست ما را نگاه دارد وقتی که من این عبارت را تمام کردم رنگ شاه از قیس برف روخت و فریاد برآورد. عجب عجب خواهیم دید که وجود او چقدر لازم و ضروری است این مرد طوری خود را جلوی من حایل ساخته که رؤایای من مرا در پشت سر او نمی بینند. در این بین موسی و موپو و دولاویریر وارد شدند. اما شاه از شدت خشم و غضب صحبت خود را قطع نکرد و با حضور آنها هم بعضی عبارات خشمالود را ادا کرد آنها هم فرصت را مناسب یافتند و تا توانستند شاه را پر کردند به طوری که اعلیحضرت حضرت مصمم شد که فردا 24 دسامبر 1770 شوازل را از صدارت معزول کند و محل تبعید او را در شعن طلاب معین کند. و موسی و به امضای شاه حکم زیر را به رشته تحریر درآورد. دوک دو شوازل عدم رضایتی که از خدمات شما دارم مرا مجبور می کند شما را به شعن طلب تبعید کنم و تا 24 ساعت دیگر باید به آن سمت حرکت کنید. اگر به ملاحظه احترام خاصی که نسبت به دوشست و شوازل که سلامتی او پیوسته منظور نظر من است دارم نمیشد هر آینه شما را دورتر میفرستادم و مراقب باشید حرکتی از شما سر نزند تا مرا به اقدامات دیگر مجبور کند از خداوند میخواهم که شما را حفظ نماید امضا لوی وقتی که این نامه تمام شد من گفتم آه آیا ما قوم خیش عزیز او را یعنی موسیو دو پراسلن را فراموش خواهیم کرد؟ تصور می کنم که حال که رئیس خانواده آنها از ما مفارقت می کند صحیح نیست که او هم در نزد ما بماند شاه با خنده گفت حق به جانب شماست دسته جاروب را هم که در رجنزار فرو کنند از خود جاروب نمایندگی می کند آنگاه شاه حکم دوم را که از این قرار بود به موسی و دلابلیر املا کرد چون خدمات شما دیگر برای من لازم نیست شما را به پراسلن تبعید می کنم. باید تا 24 ساعت دیگر به آنجا بروید. من گفتم چقدر خوب مختصر و مفید. شاه گفت اجالتا بهتر است در این باب صحبتی نکنیم و بگذاریم لاعقل امشب دوشست و شوازل راحت بخوابد. و فردا شما موسی و دولاولیر باید این حکمها را در ساعت یازده برده و به صاحبانش برسانید و دفاتر وزارت خانه ها را از آنها پس بگیرید. دفتردار کل گفت ها را دفاتر را به که تسلیم کنیم؟ شاه گفت واقعا نمیدانم در این بین ورود پرنس دو سوبیز چگونه است. در همین هنگام پرنس وارد شد. شاه گفت به او هیچ نگویید. لوسیو دو از وارد شد در حالتی که از هیچ چیز خبر نداشت من هم به موقعیتی به دست آورده لحظه ای به اتاق خود رفته فوراً این مختصر را به دوک دوکلیا نوشتم دوک عزیز کار تمام شد فقط با ماست آدم و حیوان همه فردا کنار می و ما دوستان خود را به جای آنها برقرار خواهیم کرد شما خود بهتر می دانید که از دوستان هستید یا خیر پس از فرستادن نامه به تالار مراجعت کردم شاه به من گفت پرنس دو سوبیز می حکایت شیرین برای یکی از خانم آشنایان او اتفاق افتاده و او می خواهد آن را برای ما نقل کند اما من خواهش کردم که منتظر شما بشود پرنس دو سوبیز از من پرسید آیا شما از ارواح می ترسید؟ گفتم امروز خیر فردا یا پس فردا شاید از این صحبت من شاه و دوک دولاویلیر بسیار تفریح کردند. اما موسی و دوموپو که از بیاحتیاطی من در حراس بود اشاره تندی کرد. من هم به علامت بیعتنائی شانه ها را بالا کشیدم. پرنس دو سوبیس که از مزاح من هیچ نفهمید بنا کرد به خندیدن. مثل اینکه فهمیده باشد پس از آن شروع به حکایت کرده و این حکایت از این قرار بود. خانواده ای در بریتانی سفلا هست که در پیشبینی آینده مهارت غریبی دارد. همه اعضای این خانواده از زن و مرد یک ماه قبل از مردن روز و ساعت مرگ خود را خبر می خانمی از این فامیل یک ماه قبل به ملاقات من آمد و همینطور که مشغول صحبت بودیم ناگهان آهی کشید و برخاست که راه برود اما به زمین افتاد و قش کرد. من با مشاهده حال او مسترب شده زنگ زدم و آدم های خود را صدا کردم. آنها دویدند و آمدند و با زحمت زیاد خانم را به حال آوردند. به او اصرار کردم که در منزل من راحت باشد. گفت نمیتوانم باید بروم. برای ناخوش بودن وقت ندارم. همینقدر مجال پیدا کنم که قبل از مردن امور خود را مرتب و منظم کنم و از این بابت خیلی خوشوقت خواهم بود. از این بیانات او بیشتر متعجب شده اصرار کردم توضیح دهد که چه اتفاقی برایش افتاده است گفت شما از این پیشبینی شوم خانواده من که خبر دارید حالا روی نیمکت نشسته بودم خود را در آینه روبرویی دیدم که مردم و کفن سیاهی به من پیچیده شده تابوتی در پهلویم گذاشته شده است بنابراین بهتر است بروم و کارهای خود را مرتب کنم خدا نگهدار دیگر شما مرا نخواهید دید این گفت و رفت و من ابدا اعتناعی به صحبتهای او نکردم و به عقاید مهم او خندیدم امروز صبح پسر او نامه ای به من نوشت و فوت مادرش را اطلاع داد وقتی که موسی و دوست بیست هک... این حکایت را تمام کرد گفتم حقیقتا داستان وحشتناکی برای ما نقل کردید. من امشب تا به صبح از ترس نخواهم خوابید شاه گفت ما موجبات اطمینان شما را فراهم خواهیم کرد اما موسی و مارشال عزیز این حکایت شما باعث تعجب من نمی شود زیرا در اطراف ما وقایع قریب تر از این اتفاق می افتد. که من خود نمونه از آن را در یک نامه ای که فیلیپ پنجم به لوی چهاردهم نوشته بود خواندم. فانین بود که فیلیپ پنجم اغلب روح فیلیپ دوم را در اطراف بنای پادشاهی خود میدید. در این هنگام خبر دادند که شام حاضر است. گفتم آقایان برخیزید برویم که این خیالات و تصورات موهش و غمانگیز را در سر میز از خود دور سازیم. شاه دست مرا گرفته داخل سالن نهارخوری وارد شدیم. ولی بدبختانه تمام مدت صرف شام هم به همین صحبت های ادامه پیدا کرد. بالاخره موسی و دوموپو گفت امیدوارم به زودی از ظهور هیچ حیولایی نترسم مگر از هیکل و سایه پارلمان و آن هم مسلما مانع خواب و آسایش من نخواهد شد شاه گفت آه که این قبا سیاهان اغلب اوقات بیشتر از هر سایه و حیولایی مانع از خواب من می شوند و از من سلب آسایش می کنند. شبی را به یاد دارم که در اینجا شاه سکوت کرده و به فکر فرو رفت. گفتم خب را آن شب بر شما چه گذشت؟ چیزی نبود که بتوانم تکرار کنم. آنگاه نگاه تاریکی به اطراف خود کرده و سکوت کرد. خلاصه دوست عزیز آن شب فتح من با یک حزن دهشتناکی همراه و چیزی که بیشتر از همه موجب تشویش و استراب من شده بود این بود که بعد از خلع و اخراج دشمنانمان نمیدانستیم چه کسی را باید به جای آنها برقرار کنیم و این خطای بزرگی بود که دوستان من میل نداشتند کونت دو برکلی دوک دومل و دوک دولافگیون و پرنس دو سوبیز و موسی و دو کارتی هیچ کدام داخل کار شوند حتی وقتی که آبتری نام دوک دوریشلیو را ذکر کرد دکتر کلیون میخواست چشمهای او را از خدقه درآورد زیرا که از کفایت عموی عزیز خود مطلع بود خلاصه امیدوار بودم که شاه آن شب بعد از شام به امارت خود مراجعت کند که من بتوانم محرمانه با موستی و و دولابیلیر و دوک دوکیلیون به مشورت پرداخته ترتیبی به امور دولتی بدهم اما نشد زیرا شاه از ترس اینکه مبادا من از ارواح اوت کننده وحشت کنم تصمیم گرفت نزد من بماند من هم ناچار به اطاعت بودم شاه شب را با کمال استرا و تشویش گذرانید و تصور می کنم فکر او بیشتر متوجه دوک دو شوازل بود تا من زیرا دائم با حالت وحشت و هیجان می گفت اصل او در انظار عامه چه اثری خواهد بخشید چون این به نظرش می آمد که خانواده خودش و همه نوجبا و عموم ملت و بالاخره تمام اروپا بلکه تمام دنیا بر هم خورده و به هیجان خواهند آمد تا حدی که می توانستم به او دلداری دادم اندکی آرامش خاطر حاصل کرد و صبح که از پیش من رفت یقین داشتم که دیگر به میل خود مراجعت نخواهد کرد همین که لویی پانزدهم بیرون رفت کندشان داخل شد این برادر شوهر عزیز اگرچه خود را در پس پرده نگاه داشته چون این وانمود می کرد که با من قهر است اما باطنن از کنترل افکار من و دادن نصایح عالیه سودمند خودداری نمی کرد. دوکت هم در آمدن تأخیر نکرد و بلافاصله در سالن حاضر شد. او شبانه موسیو را ملاقات کرده از عزل و تبعید شوازل مطلع شده بود. از این رو با کمال بیقراری از من سوال کرد که چه چی چیزی برای او مقرر شده است در جواب گفتم شاه هنوز در تعیین گذرا مصمم نشده است اما اگر به او که دوک دو کیلیون است وزارتخانه بدهند وزارت خارجه خواهد بود حال آنکه آرزوی این دوست صدیق من وزارت جنگ بود. در این اسنا که ما سه مشغول صحبت بودیم 24 دسامبر 1770 زنگ ساعت 11 زده شد و در این ساعت بود که موسی و دولاولیر با حکم عزل و تبعید به جانب منزد دوک دو که تا آن زمان در قصر سلطنت سکونت داشت ره سپار کردید موسی و دو با موسی و دو کنزی پیشوای آراس مشغول صحبت بود که ورود دوک دولاولیر را به او خبر دادند و گفتند که حامل حکم شاه است. پیشوای مزبور به تصور اینکه مسئله راجع به امور مهمه دولتی است از اتاق بیرون رفت و موسی و دولابلیر با حالت انفعالی که از این معمولیت داشت دستخط ملوکانه را به صدر اعظم تقدیم کرد. دکتر شوازل پس از زیارت امر همایونی با کمال خشونت به حامل آن گفت آقای دوک میدانم که چقدر محسوس هستید از اینکه حامل این حکم شده اید. این بگفت و با کمال تشخص دفتر استدارت را به او تحویل داده و با نهایت تکبر او را مرخص کرده. پشت به طرف او کرد و به اتاق همسر خود رفت و بلافاصله خواهرش را احضار کرده او را از بدبختی خود آگاه کرد و به تعجیل از ورسای به طرف پاریس روان گشت که تدارک سفرشان به تلوک را ببیند. از آنجا یک نفر تحصیل دار از جانب شاه به او ملحق شد که با او همراهی کرده و نگذارد هیچ کس را ملاقات کند. این حکم از طرف من نشده بود. دوک دولابیلیر برای انتقام شخصی به این پستی و دناعت تن در داده بود اما هیچ فایده ای نبخشید و تمام درباریان بر خلاف میل شاه نسبت به صدر اعظم معزول اظهار مهربانی کردند. در دو روز اول سیل کالسکه ها بود که از پاریس و ورسای به شان روان می شد. لوی هر قدر از این مسئله اظهار عدم رضایت می کرد کسی اعتنایی نمی کرد و تمام بزرگان و اهل دربار به دیدن شوازل رفتند. از طرف دیگر در قصر سلطنت هم همه ای برپا شده بود. خبر از و تبعید شوازل فریاد عمومی را علیه من و دوستانم بلند کرده بود. گویا... گویا, که این صدر اعظم معزول پارچه اطلس است و از طرف او دولت و مملکت اداره می شده و به واسطه فقدان او بنای سلطنت و دولت رو به خرابی و انهدام است. دختران شاه مانند رد می غریدن و آشکار و واضح مرا متهم می داشتند که برخلاف اخلاق هزنه اقدام کردم. واقعا از شما می پرسم آیا اخلاق حسنه این خواهر و برادر مستحکتر از من نبود؟ خلاصه خانم دفین در اندرون خود گریه می کرد و این مطلب را از یکی از خانم های خدمه دفین شنیدم که مادام کامپان نام داشت. این خانم بسیار پرحرفی می کرد و اغلب با خواهر شوهر من ملاقات داشت و او را از تمام وقایع منزل ماری آنتوانت مطلع می کرد. البته این هم صحت دارد که ولی عهد شریک غم و همسر خود بود و هنگامی که خبر دوکت و شوازر را به او دادند با ناراحتی گفت این کنتست دوباری زحمت بزرگی را از گردن من ساقط کرد زیرا که به هر حال زمانی که به تخت سلطنت جلوس می کردم ناگزیر از اصل این مرد بودم اگرچه حضرت ولیعت همیشه نام مرا بی ادبانه ذکر می کرد ولی فرقی نمی کرد و در آن موقعیت از حرف او بسیار محسوس شدم زیرا به من اطمینان می داد که موسی و شوازل هرگز به مقام صدارت دوباره باز نخواهد گشت در این اسنا که همه برای عزل شوازل می بعضی از بزرگان به نزد دوک دو آمده و قنیمت و نصیب خود را از او مطالبه می کردند. همچون پرنس دو پرنس دو سوبیز، دوک دولاف گیون، برگلی و ملبوا و کاتری و مارکی دومه و چند نفر دیگر که همه آرزوی یک وزارتخانه را داشتند و آن را میخواستند و آرزو داشتند که در رأس بهترین وزارتخانه ها قرار گیرند. مارکیز دو پیتال نزد من آمده برای عاشق خود پرنس دو سوبیز استدعای یک وزارت خانه کرد. گفتم علا حضرت خوشتر دارد که پرنس و سوبیز دوستان باشد نه و ذرایش وانگهی همه وزارتخانه ها تقسیم شده و اگر هنوز از پرده بیرون نیامده برای این است که موجب توهین و رنجش بعضی جاه طلبان نشود مادام دولوپیتال از جواب من خوشش نیامد و با ناراحتی بیرون رفت حقیقتا بایستی پرنس دو سوبیز دیوانه شده باشد آن ساعتی که تصور می کرد که به جای دوک و شوازل یکی از بیعتبارترین شاهزادگان فرانسه همچون او را اخ... انتخاب کنیم. به هر حال چند روز از من قهر کرد ولی بعد دید فایده ای ندارد و باز به منزل من آمد و دوستی را از سر گرفت. زحمت من در خلاصی از چنگ موسی و ملبوا و برگلی خیلی بیشتر بود زیرا که به هر یک از آنها وعده داده شده بود و آنها را امیدوار کرده بودم. ناچار به آنها گفتم اعتبارات من نزد شاه خیلی کمتر از آن است که مردم تصور می کنند. اما آنها خلاف این را می گفتند. ولی به هر صورتی که بود موسی و برگلی را ساکت کردم. ولی موسی و دوملبوا وقتی که به کلی از حاصل کرد آشکارا به ادابت با دوک دو کلیان برخواست و به قدری بی احتیاطی کرده که مجبور به مجازات او شدند از سایر مدعیان وزارتخانه ها نیز روز دیگر برای شما صحبت خواهم کرد بخش دوم فصل 19 کنت دولا مارش دلبستگی زیادی به من پیدا کرده و در این موقعیت میل داشت اخلاص و وفاداری او را به گونه ای جبران نمایم او و پرنس دو کنده هم دائما در آرزوی جلوس بر مسند یک وزارتخانه بودند و چون در ایام سقر پادشاه یکی از خانواده آنها به نام موسیولودوک در مملکت حکمرانی کرده بود حال همه وزارتخانه ها را حق مسلم خانواده خود می دانستند. کنت دولامارش برای شفاعت و توسط مادام دومناکو معشوقه پرنس دو کنده را که البته مدتی هم معشوقه خود او بود نزد من فرستاد و بعد هم خودش آمده بی ملاحظه در این باب با من گفتگو کرد. من برای اینکه موجب رنجش خاطر او نشوم به او گفتم سیاست شاه اقتضا نمی کند اختدارات اجرایی سلطنت خود را به شاهزادگان نزدیک تاج و تخت بسپارد و همین اندازه هم که آنها را به ریاست و فرماندهی قشون می گمارد برای او اسباب زحمت است. تصور می کنم بیش از این نباید از او متوقع بود. کنت دولاماش با دلایل من متقاعد شد و گفت بسیار خوب به من وزارت خانه نمی دهند. بدبختی کوچکی است اما از برای خدا شاه را باید به کمک من ترغیب کنید. نظم و ترتیب امور مملکتی بر هم خورده و آشفتگی و هرج و مرج همه جا را در بر گرفته است. و از هر طرف علیه اقتدارات عالیه سلطنت سر بلند می کنند. ها همه طرفدار پارلمان شدند. البته این مقاومت خسمانه بر علا حضرت ناگوار است. اما من تعهد می کنم که به هیچ وجه شما را ترک نکنم و همیشه به شما و علا حضرت وفادار بمانم. اما امور من مخشوش است و پول رازم دارم. آیا می توانید تنخواهی به من برسانید؟ گفتم این فقره ممکن است. چقدر لازم دارید؟ گفت من که معادن طلای پرو را نمیخواهم و هوا و هوسی دیوانه بار در سر ندارم همان مبلغی را که با آن نیاز مبرم دارم میگویم اجالتا 600 هزار فرانک مقروضم که باید یکجا داده شود و بعد هم سالی دویست هزار فرانک تا بعد ببینم چه پیش آید و امور چه اقتضا خواهد کرد اگر من به توسط شما به شغل صدارت نایل شوم تعهد می کنم به کلی مطیع میل و امر شما باشم و این اتحاد قدرتی به وجود خواهد آورد که هیچ چیز نمیتواند موجب سستی و تضعیف آن شود. من به صحبتهای او گوش میدادم و با وجود صداقت و صافی که جرأت نمی کردم حقیقت را به او بگویم ولی با خود کلنجار میرفتم. شاه او را دوست نمی داشت و حتی از زمانهای گذشته از او بعدش می و او را تحقیر می کرد و گاهی در خصوص او به من می گفت که این ابله برای اینکه او را شخص بزرگی فرض کنند دائم در تقلاست. لوی پانزدهم عقیده داشت که به هیچ وسیله ممکن نبود به توان او را منصرف ساخت و از بخت بد روزگار شاهزاده های خانواده کنده کلا مورد نفرت او بودند و او داستان های مفتزه و ننگین از آنها در خاطر داشت و دائم با ذکر نام آنها آن را تعریف کرده و تفریح می کرد. از این جهت اقدامات پرنس دو کنده بی نتیجه ماند و هیچ مقامی در دربار به او ندادند. اما بعدها وزیری را در دربار معرفی کرد که بعد شرح آن را خواهم گفت. اما حب به جاه طلبی و مقام پرستی او تسکین پیدا نکرد و به هنگام جنگ شاه با پارلمان ها او طرف آنها را گرفت و از لجاجت دست بر نداشت و همواره با ما به مخالفت می پرداخت. مگر وقتی که از جنگ خسته شد اما در آن وقت هم برای دوستی خود قیمتی گذاب دریافت کرد موسی و دوموپا حق داشت که میگفت هر کسی را میتوان خرید منتها هر قد شخص بزرگتر است قیمتش هم بیشتر خواهد بود در میان مدعیان مقام وزارت کسی که بیشتر از همه به من زحمت داد دوک دولافکیان بود که می گفت من خدمات قابل توجهی در حق شما انجام داده ام اما هیچ پاداشی در مقابل آن دریافت نکردم. از این رو شکایت داشت که چرا اعتماد و محرمیتی را که به او وعده کرده بودم به دیگری دادم. دوک گیان قبل از ازل شوازل جزو مخالفین بود. اما پس از تبعید او همه چیز را فراموش کرده به منزل من دوید و در اول وقت ملاقات با من گفت آه گله های بسیار از شما دارم اما گذشته را فراموش خواهم کرد. اگر حالا قولی که به من داده اید را برآورده سازید و به آن وفا کنید. گفتم آه پدر گاهی برای شوخی او را به این اسم می خاندم چون که پیشوای اورلان را هم پتر خطاب می کردم. خلاصه گفتم آه پدر آیا درست است که شما از من قهر کرده اید؟ این کار خوبی نیست زیرا که من شما را از صمیم قلب دوست می دارم. گفت پس اگر مرا دوست می دارید چرا آن را بروز نمی دهید؟ چرا ریاست یکی از این وزارت ها را برای من نمی گیرید؟ گفتم آه پدر چقدر تند می روید؟ هر کس صحبت های شما را بشنود تصور می کند وزارت ها در زیر دست و پای من ریخته است. و هیچ معطلی ندارد جز اینکه بگویم دو که عزیز بفرمایید هر کدام را می خواهید انتخاب کنید. حالانکه شما خوب می دانید که در این مملکت تنها شاه صاحب اختیار است و مقام و منصبها را به هر کس میل دارد می دهد و از من هیچ کاری ساخته نیست. گفت در حقیقت چنان وانمود می کنید که هیچ کاری از شما ساخته نیست و حالا که همه می دانند که هر چه از شاه بخواهید تنها با ادای کلمه زیبای من خواهید توانست آن را به دست آورید. دوک مرد بسیار مقتدری بود و از طرف جزویت ها نمایندگی داشت و خانم های دربار و دخترهای شاه از هواخواهان این دسته قدرتمند بودند. از این رو متحدین ما موسی و دو دوکیلیون دوموپا و آبتری به هیچ وجه نمیخواستند او را داخل کار کنند. اما این دوک عزیز مکرر آمد و رفت گاهی تملق گفت و گاهی تهدید کرد اما وقتی که دید با هیچ یک از این مسائل به مقصود نائل نمی شود با کمال قیز پشت به من کرده و مشغول برانگیختن ولی عهد و زنش بر علیه من شد دوست عزیز خداوند شما را از خشم و غضب مردمان خشک مقدس حفظ کند حال دوباره برگردیم به صبح 24 دسامبر همین که همه مغزوبین رفتند شاه قرین زحمت و استرابه بسیار گردید اشخاصی را که ما برای کار معین کرده بودیم او مناسب حال خود نمیدید و آنهایی را که خود او قابل میدانست جرأت نمیکرد به ما تکلیف کند بنابراین اجالتا یک ترتیب موقتی اختیار کرد که به هیچ وجه تناسب و شایستگی نداشت آبتری موقتا وزیر جنگ شد موسیو برتن به وزارت خارجه رفت موسیو دوبوا به وزارت بحری نائل آمد این شخص مستشار دولت و رئیس اول پارلمان بزانس و ابدا در سیاست بحری تبخوری نداشت. ولی روحن و جسمن متعلق به دفتردار کل بود. مقصود ما تنها این بود اشخاصی را سر وزارت خانه ها بگذاریم که قادر نباشند با تغییرات عمده که در نظر داشتیم مخالفت کنند. فقط یک هیکل تنومند میخواستیم و اطلاع و شایستگی به هیچ وجه منظور نظر ما نبود. شاه در خیال خود یک شخص بسیار قابل و شایسته را برای وزارت جنگ معین کرده بود و این شوالیه بعدها کنت دومویی نامیده میشد معاون ولی مرحوم بود که جزو افراد بسیار عاقل و صاحب استفاده حسنه به شمار می رفت. همین که شاه این نقشه خود را به ما ابراز کرد گفت می خواهد فوراً او را از این منصب مطلع کند. گویا ضربه سائقه بر سر ما فرود آمد زیرا نقشه تمام شیلات ما را باطل می کرد. اما خوشبختانه بخت و اقبال به کمک ما آمد زیرا هنگامی که دست خط شاه به این آقای نجیب رسید او پس از خواندن جواب نوشته بود که برای خدمت در حضور اعلی حضرت از صمیم دل و جان حاضرم ولی به شرط اینکه به هیچ وجه سر و کاری با کنت دوباری نداشته و مجبور نباشم به او عرض احترامات کنم. این جواب و مزایقه تعجب آمیز لویی پانزدهم را متغیر و از سوی دیگر خجل ساخت. به من گفت رفتار این احمق را میبینید؟ من او را مرد عاقلی گمان میکردم ولی معلوم میشود که بسیار ابله و نادان است و دیگر هرگز به رتبه وزارت نخواهد رسید. اما شاه در این فقره اشتباه کرده بود زیرا موسی و دومویی در سلطنت جانشین او به وزارت نایل گردید همین که پرنس دوکنده از این مسئله مطلع شد دوباره به هیجان آمد و چون خود او از وصول به مقام وزارت معیوس بود خواست اقلا یک وزیری به دست خود بتراشد و این شخص را که او معین کرده بود مارکی دومنتونارد بود او آدم بیقابلیت و بیمصرفی بود که نمیتوان چشم امید به او بست. خلاصه اینها اشخاصی بودند که برای معاونت موسی و دوماپو در جنگی که با پارلمان در پیش داشت معین شده بودند ضمنا این فقره را هم بگویم که عدم رضایت و قیز درونی پارلمان ها روز به روز رو به فزونی داشت تا جایی که حتی پارلمان پاریس کارها را تعطیل کرده دست از محاکمات کشیده بود و برای جنگی که با وزرا در پیش داشتند آرزین و متظلمین بیچاره را جواب می گفتند. در این بین اظهار میل و خصوصیت فوقلاده که مردم نسبت به شوازل ابراز می کردند شاه را بیش از حد متغیر ساخته بود. از این رو به من گفت کسی چه تصور می کرد که من صدرعظمی را برکنار کنم و تمام درباریان دنبال او دویده در اظهار احترام به او بر یکدیگر سبقت بجویند روزی نیست که پنجاه عریضه برای تحصیل اجازه برای رفتن به شن طلب به من می رسد. حقیقتا این مسئله خیلی تازگی دارد و من از این خیال بیرون نمی روم. گفتم شهریارا حالا متوجه شدید که بقای این شخص در دارد چقدر خطرناک بود؟ گفت بلی چون این است. اگر یک روز میل او علاقه می گرفت که مرا از سلطنت خل کرده ولی عهد را به تخت بنشاند برای او هیچ زحمت و معطلی نداشت. مگر اینکه فقط عقیدهش را ابراز کند و این مردم همه میل او را اطاعت می کردن. خوشبختانه نوه او را دوست نمی داشت و هرگز هم با او کنار نمی آمد. این شاهزاده لجاجت آمیانه دارد. و خودش نمی بیند و میل هم ندارد که غیر از آنچه خود می بیند چیز دیگری ببیند. لوی پانزده هم از سلطنت جانشین خود فالهای بد می زد و می گفت به زودی آن زمان فرا خواهد رسید. وزارتخانه ها ورسای را اداره می کنند. اما شاه مرحوم در این فقره اشتباه کرده بود زیرا لویی شانزدهم صاحب صفات بسیار برجسته است ولی بدبختانه به واسطه سوء که نسبت به شخص خود دارد آن صفات را در تاریکی محض نگاه داشته است خلاصه عدم رضایت آشکاری که درباریان از ازل شوازل ها اظهار می کردند، تنها سبب دلخوری و اندوه لوی پانزدهم نبود بلکه خیال اینکه تمام اروپا چه تصور خواهند کرد بیشتر باعث اضطراب او شده بود و دائم به من می گفت شرط میبندم برادرانم با کمال هدت و حرارت به مزمت و نکوهش من خواهند پرداخت برادر عزیزم فردریک مانند خرس موزی و بدزاد است واقعا خیلی مزده دارد که من صدر اعظم خود را به واسطه عدم رضایت از کار برکنار کنم برای اینکه پادشاه پروس مرا ملامت خواهد کرد چون او همه کارش را خودش انجام می دهد و میل دارد همه سلاطین نیز از او تقلید کنند از برای خدا برادر بگذار آسوده باشیم تو هر طور صلاح مملکت خود میدانی عمل کن و من هم به اختزای سلطنت خود عمل می کنم ولی هر چه می خواهد بگوید و هر قد میل دارد بخندد من هم کار خود را می کنم و او را تمسخر می کنم من نیز چون هر روز از وقایع طلب خبر داشتم از بعضی اشخاص راضی نبودم مخصوصا اظهار دوستی و دلبستگی پرنس دوبوو نسبت به مغزوبین مرا بسیار خشمگین میکرد از این جهت به مادام لامارشال خواهر این پرنس شکایت کردم گفت من چه میتوانم بکنم این زن برادر من یک احمق بیشعوری است و پس از آن که برادرش را تمام کرد حالا میخواهد شوهرش را هم تمام کند. خواهش می کنم. به خاطر من یک مدتی حرکات پرنس دوبوار را تحمل کنید. خود او آخر از شوازل ها گسسته و به شما خواهد پیوست. لامانشال درست می گفت. برادر او به طرف ما آمد. اما بهای اطاعت خود را نقد دریافت کرد. چند روز بعد از ازل دوک شوازل نامه ای به من رسید. نامه از طرف موسی و دو والتر بود. این حکیم دانشمند با اینکه اهدی را از صغیر و کبیر از قلم نمی انداخت و به کار همه کس کار داشت ولی همیشه برای خود یک حامی قوی در نزد شاه لازم می دانست. و حالا که دوک و شوازل حامی خود را از دست داده بود متوجه شد برای او حمایتی قوی تر از آن کسی که سبب ازل این صدر اعظم مقتدر شده است ممکن نیست. به این جهت به مقام نزدیک شدن و برقراری روابط دوستانه با من برآمده این نامه تبریک را برای من نوشت. خانم کونتس در این گوشه ازلت از گوشه و کنار خبر ازل دوک دو و پت شما به من رسیده است. این خبر به هیچ وجه باعث تعجب من نگردید زیرا که همیشه میدانستم مقاومت در برابر حسن جمال امکان ندارد ولی نمیدانم باید به شما تبریک بگویم یا خیر شما میدانید که دوک دو با کمال مرحمت نسبت به من ابراز محبت داشت و تنها حمایت او مرا از شر این همه دشمنان قوی حفظ می کرد. آیا همکنون نیز می توانم همان مرحمت و حمایت را از طرف شما داشته باشم؟ آیا شما از پناه دادن یکی از با اخلاص ترین پرستندگان خود مزایقه خواهید کرد؟ خانم، اجازه بدهید آزادی این اصر از را مختنم شمرده احترامات مخلصانه خود را به پای شما تقدیم کنم. جرأت نمی کنم که به شما بگویم برای شما چه ترقیاتی آرزو دارم که مبادا در جای دیگر نسبت به بیوفایی من شک کنید. اما به شما وعده می دهم که در آینده به شما وفادار باشم. با این سن و سال من نیاز به راحت و آسایش دارم. مطمئن باشید که جز به شما به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنم و خاطرم غیر از شما با کسی مشغول نیست. و به تمام انعکاس صوت که در کوه آلپ شنیده می شود یاد می دهم نام شما را تکرار کنند. استدعا می کنم که مرا همیشه نوکر با اخلاص وفادار خود بدانید. بازه هست دوست عزیز که چون این نامه ای را نمی توانستم بدون جواب بگذارم. من هم از این قرار به او جواب نوشتم. آقای من، نامه سراسر لطف شما وقتی به من رسید که از ازل دوک دو شوازل قرین تاسف بودم. اما حرکات و رفتار دوک و کسان او ناچار کار را به اینجا رسانید. اینکه از مسائب وارده بر دوستان خود اظهار تأثیر و افسوس کرده بودید از قلب نجیب شما بود. ولی تصور نکنید که فقط دوستان قدیم قدر هنر وجود شما را می دانند. و تنها آنها از عهده حق احترامات شما بر می آیند. حمایت کردن شما افتخاری است که هر کس در طلب آن بر دیگری سبقت می جوید. اگر من پالاس نیستم که او هم شاید از دیگران آقل نبوده است ولی به هر حال همیشه افتخار خواهم داشت که اعتبارات خود را در خدمت به شما بسروف دارم. از آرزوهایی که برای ترقیات من دارید و اظهار دوستی و علاقه که به من کرده اید نهایت تشکر را دارم. برای من فوق افتخار است که این اکاس صداها در کوه آلپ نام مرا تکرار کنند. ولی شما هم خاطر جمع باشید. نام شما پیوسته در تالارها را یه ورسای تکرار و منعکس خواهد شد. و اگر می توانستم در پای کوه پارناس می رفتم و نام شما را در آنجا تکرار می کردم. چرا که تنها مکانی است که قابل ذکر نام بلند شما خواهد بود دوست عزیز من چنانچه ملاحظه کردید من تمام عقل و هنر خود را در نوشتن این نامه به کار بردم ولی امروز که با سر فارغ را مرور می کنم می بینم هرگز نامه ای به این محمدی ننوشتم ولی مخصوصا تعمد کردم که به سبک انشا و افکار خود ولتر نوشته باشم و این مورد خوشحالی او شد و بعد از آن همیشه خود را از طرفداران غیرتمند من نشان میداد. شما میدانید که ارباب علم و ادب چقدر خودخواه و با منیت هستند. موسی و ولتر هم که شخص اول و بیش از همه آنها دچار خودپسندی بود.